بیننده عزیز یک متنی رو فرستادن که در اون در مورد حدیثی که نوشتن این رو در موردش توضیح بدید متن حدیث این است که از رسول الله صلی صل الله علیه وسلم فرمودن که من تشبه به قوم فهو منهم این روایت از احمد و ابو داوود و در حدیث دیگری که لیس منا من تشبه بغیرنا لا تتشبهوا بالیهود و النصارا میگه که از ما کسی نیست که با غیر از ما خود رو مشابهت بده و با یهود و نصارا مشابهت نکنید چون که در حدیث دیگری که اول ذکر کردم میگه من تشبه به قوم فوا منهم ببینید دوستان و گرامی یک س... یک بعضی دوستان این موضوع رو خلط میکنن که تشابه با کفار یعنی سبب کفر و ارتداد و از دین بیدین شده میشه اولا تشابه در اینجا مش... منظور تشابه در امور دینی است آنچه که از شعارها و علایم دین آنها باشد ما آن را انجام بدهیم این تشابه با آنها گفته میشود مثلا اون کلاگک کوچولویی که, که سرشون میگذارن یهودیا و بعضی از مسیحیا اون رو گذاشتن صلیب به گردن انداختن اون لباس هایی که پاپشون میپوشن یا لباس های مذهبی که دارن پوشیدن کرسمس که به صدا یکی از اعیاد مذهبی آنهاست کرسمس یعنی چی؟ یعنی خدا فرزندی به دنیا آورد خدا علیه بالله فرزندی به دنیا آورد این مسلمان احمقی که میره کرسمس رو جشن میگیره یعنی چی؟ میره, میره جشن میگیره که خدا یک بچه زایده خب این اعتقاد دینی است در نزد اونها اونا میدونید که میگه خدای پدر، خدای پسر، خدای روال قدس خدای پدر یک بچه رو به صلاح زایده که اسمش از ایسای مسیح ولی عزو بالله ولقد کفر الذین قالو این الله ثالث و ثلاثه کافر شدن کسانی که گفتن که خدا ستا... یکی از آن ستاست اده میگن که خدای بزرگ همون پدر است اده میگن که خدای بزرگ پسر است یک اده میگن خدا روح القدس است یک اده میگن این ستا همشون یکی هستن در, در... یکی هستن اما ستا هستن یعنی انگار به این صورت که مثلا بگیم ما اینجا تا سیب داریم اما بینندگان عزیز گرامی شما قبول بکنید که ما ستا سیب نداریم یک تا سیب. یه دونه سیب داریم بابا تا سیب داریم نه یکی سیب داریم یک تناقضی است که در اینا وجود داره هر, گونه هر گاهی که ما یکی از شعارهای مذهبی کفار رو چه یهود چه نصارا چه بودایی چه بود پرستا الی این رو اووردیم و استفاده کردیم و عملی کردیم در زندگیمون این تشابه به کفار گفته میشه مثلا امین یوگا این یکی از عبادتهای های بودایی هست یکی از عبادت های بودایی است امروز خیلی از مسلمان ها به عنوان یک ورزش اینو دارن انجام میدن یا به سراغ گذاشتن یک سری لباس های خاص در یک مناسبت های خاص این از عادات یهود و نصاراست کفار هست که ما از اونها باید دوری بکنیم حالا اونا ماشین سوار شدن ما هم سوار نشیم بگیم تشابه به کفار شده اینو نگفته دین اونا موبایل درست کردن استفاده کردن ما, ما این کارو نکنیم که والا تشابه میشه به کفار نه اونا کت شلوار پوشیدن کت شلوار علامت مذهبی نیست مادامی که علامت مذهبی نیست اشکال نداره که یک مسلمان کت شلوار بپوشه اما اگر همین کت علامت مذهبی بود مثلا رجال دین مسیحیت همشون الزامن در دینشون این بود که باید شلوار بپوشند در اون صورت پوشیدن شلوار برای ما حرام بود زیرا تشابه می شد به اونها پس این معیار رو همیشه فراموش نکنید مشابهت به کفار یعنی مشابهت در امور دینشان نه در همه چیز